ما به عزت هاشم امروز عین زین رو باید درخواست بکنیم با که ولی قبلش یک ما اینجا دیشب کنیسا بریم این خواهروید از این کتاب خیلی جالب My Father My King راجب یک چپتر خوندیم Before Going to Sleep Just a Few Moments شما چورت نزنید خوابتون نبره ولی Before Going to Sleep He says Before Going to Sleep Hear Your Father Your King The creator and sustainer of the entire universe saying to you میگه هر شب قبل از که میریم بخوابیم بشکل مجسم بکنیم که پدر ما پادشاه ما our creator آفریدگار ما و sustainer of the entire universe خداوندی که تمام universe تمام هستی ها نوریش میکنه و میگردونه داره به ما میگه مسیج پرسونال میده به یک بیکی ما before we go to sleep every night نه وسط شیور البته میگه ببین I have given you sleep بدین اون وقتی که قبل فقط شب که میخوایم فقط شما اسرائیل نمیخونیم ما شب که میخوابیم باروخ هم اپیل تشکر میکنیم از هاشم باروخ هم اپیل یعنی خداوند از این شکر میکنیم که به ما این محبت خواب دادی خواب کتابای ساینتیفیکش رو بخونین it's a miracle ببینید آدم وقتی خوابه تمام بدنش میدونین آماده میشه ریفرش میشه سر روز جدید و گوش کنید یک چی ببین خداوند میگه که I have given you sleep من این نعمت خواب به تو دادم to refresh you and renew your energy که تجدید قوا بکنی واسه یک روز جدید آدم بر نسبت شب میره بخواست مرده میافته صبح بلند میشه روز از نو روزی از نو It's a miracle When you awaken tomorrow وقتی فردا بیدار میشه Make a completely new beginning هر روز میدونیم یک انرژی جدیده هر روزی که شما میده و این چیزیه که اصلا طبق قبلا میدونیم هر روز زوهر اقدوش میگه که یوم معمولا چجوری ترجمه میکنیم؟ روز زوهر اقدوش میگه که یوم اسم ملاخ هم هست زوهر میگه هر روز زندگی ما یک ملاخ داره که اسمش یومه مثلا امروز یوم رویعی یه ملاخ داره واسه هر کدوم از ما یک ملاخ علاحده و اگه ما الان مثلا سال 5770 که آفرینش روش خودش ایار چهارشنبه یک ملاخ بخور هر روزش یه ملاخ داره اسم ملاخ یومه بعد تو زوهر میفرماید اینکه نوشته راجع به ابراهام اوینا علیه السلام میگه که و ابراهام زاغن با بیامین یا ابراهام زاغن با بیامین ابراهام زاغن میشه پیر با بیامین یعنی چی با بیامین میامد روزهاش بوده زمین تو زوهر میفرماید که عرض کردم یه هر روز زندگی ما یک ملاخ داره که اسمش یومه میگه وقتی آدم اون روزش درست زندگی کرده مثبت بوده میدونین با امونا به عقودش برو خوب با تمام تلاطم های زندگی میدونین دست و پنج نرم کرده خودشو نباخته با انرژی مثبت رفته جلو هر روز وقتی روزه رو آدم درست زندگی کرده باشه اون وقت این روزه بعد از 120 سال میره به درگاه عقودش برو خوب و گزارش میده که مثلا روز روش خودش ایار تفشن این آلف فلانی این کاری کرد بلند شد کارای خونه کرد رفت شیور تورا رفت بعد این کاری کرد اون کاری کرد نه میگه اگه آدم روزه رو درست زندگی نکرده باشه اون روزه خجالت میکشه به جلو نمیره جلو هاشه میره اون پشتوشا قایم میشه حالا ابراهام زاغن با بیامین ابراهام اینه خیلی پیر میشن هر روزشون ولی با بیامین نیستن متوجه هستین بعضی از اون دارم 100 سال عمر کرده چیکار کرده زاغن هست ولی با بیامیم هست یا نیست با بیامیم یعنی ابراهام هر روز زندگی کرد هر روزش رو درست زندگی کرد بس همیدن بعد ببینه هر عقالش بخواه بس همین ما شب که ما میریم میخوابیم بعد روز هشم به ما میگه که چی When you awaken tomorrow make a completely new beginning وقتی صبح بیدار میشی من شب که درست میخوابی صبح که بیدار میشی start یک آغاز جدید let trust in me give you serenity میگه ببین اگر تو به من trust داشته باشی توکل من داشته باشی این به آرامش میده خوب میخوابی
خوب میخوابی. داری میگه چجور آدم خوب بخوابه. First بیتخون توکل به هشمه. با تمام مسئولی که داریم نخواست که میخواد بخوابی خدایا I tried my best. فردا I'm gonna try. بقیهش دست خودته. من I'm here just to put my effort. بقیهش دست من نیست. So میفهمه هشمه ما میگه که let trust in me give you serenity. بذار اجازه بده که توکل به من به تو آرامش بده. As you sleep, ببینید this is a miracle. وقتی معجزه که وقتی خوابه نگاه کنین. As you sleep, the system I have given you keep working. ببینین تمام سیستمایی که ببینین حیاتیه تو بدن ما اینها به اراده و تصمیم ما بستگی نداره. آدم لازم نیست که مثلا آدم وقتی خوابه هشم میگه که چی؟ You continue to breathe. وقتی ما خواب هستیم نفس میکشیم، عقلمون کار میکنه، قلبمون کار میکنه، اصلا بدونی که ما تصمیم بگیریم. نه همش چیه؟ به صلاح اوتوماتیک رو پایلت میره جلو، پروگرام شده است. این ها اصلا اینه تو مغز ما متوجه اینه پروگرام شده، اینه به تصمیم ما بستگی. ما تصمیم نمیگیریم که نفس بکشیم. این اصلا تو این اتوماتیک تو سیستم ما هاشم گذاشته. قلبمون آدم میتونه تصمیم بگیره من میخوام قلبش بزنه؟ نه، خدا نکنه که خودکشی بکنه دور اصلا. ولی یعنی ببین آدم به تصمیم ها بستگی نداره، قلب داره میزنه، مغز داره کار میکنه. خداوند میفرماید که you continue to breathe. وقتی خواب هستی تو ادامه میدی تنفس میکنی and oxygen continues to nourish each cell. وقتی خواب هستی اون اکسیژنی که از تنفس میاد میره تو تمام سلول بدن و یکی یک میدونی خستگی ما رفع میشه و جدن ریفرش میشه. right? So your heart continues beating. وقتی خواب هستی قلبت به تپشش ادامه میده. The blood circulates. خون جریانش ها همینجوری جریان خون دستگاه گوارشی. All these miracles continue to work without که اصلا به اراده ما بستگی داشته باشه. Right? So and a vast multitude of processes are being carried on throughout your body. As you contemplate this, let it increase your love for the one who has created these wonders. Appreciate چیز بکنین احساس حق شناسی داشته باشه. مثلا این برخای امپیل که میگیم خداوند تشکر. وقتی این برخ امپیل متبارک باشه تو خداوند که این همه پیل که خوابا به من میدی با تمام این معجزات ادامه پیدا میکنه. وقتی ما خواب هستیم قلب میزنه، خون داره کار خودش رو میکنه. آن. بنابراین یک به اصطلاح اتسا تو واسه قبل از خواب این چیه که آدم اپریشیشن داشته باشه به هوا دوش برخو به اطرافیاش. And then what would you prefer to have done differently today? یه خود ریفلکت بکن روز گذشته. ببین روزی که داده بودم امروز چجوری زندگی کردم؟ آیا وقت تو درست چیز کردی؟ خدمتتون عرض کردم خافت خیم همیشه قبض قبض که بره بخوابه خافت خیم هر شب قبض که بره بخوابه چیکار میکرد؟ چرکه میبخواد بلند بلند مخدوش حرف میزن. یعنی پسرش میره پشت در گوش کنه میبینه چی داره میگه پدرش. صبح میگه که اوکی، خب اسمش اسرائیل مهیر بود. خب اسرائیل مهیر صبح مثلا نمیدونم بلند شدی صبح زود رفتی تفیلا خوندی، اوکی بعد این کاری کردم میره جمع میزنه میبینه اه نمیدونم یه روم وقتش کمه، نمیدونه چی کار کرده. یه رومش دو مرتبه بر میگه از اول چورتی میرسه خب این اینجا رفتم بعد یه دفعه بعد از که دو سه دفعه جمع منها میکنه میبینه هنوز نمیدونم 10 دقیقه یه روبش کم بوده شروع کنه گریه کردن. یسوه میل این 10 دقیقه رو چیکار کردی؟ تو فردا جوابگویی به درگاه حق و دشمن خوب رعایت اون یوم اون روزه خجالت میشه جلوش هم نمیره. عزا گرفته بوده که نمیدونی با 10 دقیقه چیکار کرده. حالا ما چقدر این وقت کشی میکنیم چیزای وصیت‌های بیخود just wasting our times and nothing. هیچ میگن time is gold. Time is life. یعنی time is gold. از اون اصلا هیچ از اون بالاتر نیست. این وقت رو درست چیز کردن، این استفاده کردن میگن این کسی که بدونی وقت کشی میکنه وقت کشی نیست، خودکشی رسمیه. چه فرق میکنه؟ right. بنابراین میگه what would you prefer to have done differently today؟ چیه ترجیح میدونی که امروز
به اصطلاح به طریق دیگه انجام میدادی. How do you want to behave tomorrow؟ آدم خودش قرار کنه که فردا این روز جدید با انرژی جدید چطور سازنده ترش میکنه. و بعد before going to sleep و حقیقت شما الان میتونیم یک کمپوننت دیگه هم اونجا هست، let go of resentment and anger، کدورت، دشمنی، عصبانیت، اینا رو از وجودت خارج کن. میخوند تو قیاد شما نمیتونم میگیم هر اینی مخل و سلخ لخل می شیخ نی شیخ ایس و اقینی توتی من مخیلا میکنم، نمیخوام هیچ کسی به خاطر من جریمه بشه، هشم اسمای خودشو داره، ولی من نمیخوام که من یعنی چیز دونم آه من این همش بعدم باید بدونه کسی که نفرین میکنه آه میکنه سر خودش هم میاد، متاسفانه رو اشخاص هم چیز میذاره. ولی آدم باید قبل از که میره میخوابه چیکار بکن؟ before going to sleep let go of resentment and anger. resentment چی میگن؟ زدیت، عصبانیت. اونجا میگیم تو فیلای که قبل میگیم من نمیخوام هیچ کسی به خاطر ما جریمه بشه، هره اینی مخل به صلح. اول بعد شوهراشون رو مخیله بکنم، زن و شوهر هم دیگر رو مخیله بکنم قبل از که میره میخوابه، بعدش دیگه بدم مادر زن، مادر شوهر، خواهر شوهر، این اون اطرافیا، نه whatever it is. Before going to sleep let go of resentment and anger. Feel a sense of freedom as you forgive and let go. آدم وقتی جدن میبخشه let go میکنه خودش میدونی راحت میشه. Freedom. خروت. اول این نوشته تو چیز میگه که تو تورا میفرماید وقتی هاشم لوخود داد به اسرائیل نوشته چه خروت علی لوخود. خروت میشه مثلا حکاکی شده بود حروف روی سنگ ها. ولی تو گمارا میگه ال تیغری خروت الا خروت. دیگه اینا خروت نخوام که خروت میشه آزادی. و گمارا میفرماید ان لخا بن خورین الا میشه وسط بطورا. کسی که جدن دایرکتیو ها تعلیمات و تورتور نقدشان رو فالو میکنیم از جمله این دریت شما علمیتا میخونه با کبانه هر شب که هر اینی مخل و سلح اخلتگاه میکنه، این جدن آزاده حقیقی اینه. This is the true freedom. اون آزادی حقیقی دقیقاً اینه. Right? بنابراین میگه که چی؟ Before going to sleep, let go of resentment and anger. Feel a sense of freedom as you forgive and let go. این ببینید کدورت، دشمنی، میدونین انتقام‌جویی، اینا یک عفونت مماش infection تو وجود خود آدمه. اون کسی که میدونین grudge holds a grudge خودش این عفونت میکشه. ما اصلا مشخصه میگن سایکولوژیست ها میگن MDA میگن این آدمی که جدا میگن ایزی گوینگ هست خودش کمتر مریض میشه، آدمی که گذشت داره، آدمی که اینو سمانه. برای این before going to sleep let go of resentment and anger, feel a sense of freedom as you forgive and let go, and then feel gratitude for what you have. آدم باید احساس قدرشناسی داشته باشه چیزی که داره و نه چیزایی که نداره. appreciate what you have. تو پاسخ تو نبی میگه چی؟ لنخیل و هوای یش. خداوند میگه که اون کسی که جدن اوهه و عقابش کنه خواست خداوند دوست داره قناعت داره یش با چیزی که داره، میدونین خوشحال نه چیزایی که نداره. appreciate میکنی چیزایی که داره. بنابراین feel gratitude for what you have and then sleep well my child. خداوند میگه شب بخیر، خوب بخواب. حالا میخوایم چورت بزنیم بعد از fine. I think it's a beautiful book. اگه نگرفتین نه هنوز جدن چیده شورت ولی خیلی قشنگ و این هر چیزی که میگه میدونین. بله نه بله انگلیسیش تریسی نه کلن نه it's really اینه باور که اینه مثلا سرشان با بچه هایی تکشه بخونین everyone will enjoy it. و اینه این چیزی میگه این خودش سایکولوژیست هم هست دکتر سایکولوژیست رابای زلیگ پلیسکین P-L-I-S-K-I-N. The name of the book is My Father, My King. Avinu Malkenu. خداوند پدرم و پادشاهم است. و این چیزایی که میگه میدونین یک عمر مطالعات تو اینا گنجونده. نه هیچ کدوم از خودش چیزی نمیگه. همش اینا چیز داره سورسشو میاره. این که مثلا الان با هم دیگه الان خوندیم. الان که رجب چیز که گفت I'll give you سورسشو اینجا قشنگ از کجا؟ از تعلیم خودمونه. خیلیش از تعلیمه. از تفیلای قریت شما نمیتا درخ هشم رمخال چیده قبلاست درخ تووین خخما و موسار پ
پنینه یا آن اینا رفته بودن یک عمر مطالعهش را قشنگ واسه ما این کپسوله دونه تو یوتیوب چند تا جمله آدم اصلا زندگیش روشن میشه. حتما بیدار شدن هم معجزه است، اونم معجزه است. همه عبیل تبریش اینام اینه اینو بله شب که میخوابیم میریم همه پیل میگیم. امروز که روش خودش و فردا میشه موزیک گوش کرد بخاطر عمر یا نه؟ ببینید اگه یه سیمخواهی میتسوایی باشه روش خودش میگیرن، مثلا اگه فرض کنیم میخواهن نامزدی و اینا هست، اگه مثلا میخواهن نامزدی میگیرن روش خودش میگیرن، بعضی میگن روزیری هم میتونن گوش میکنن. ولی اولی که روای گفت اوکی شما بگیم چجوری که روای اجازه نیست، عمر نمیتونه بریم اگر روش خودش نیست. شما ببینین راموش فاینسر مشت شوا دارن بسومش که نزیام میگم. ببینین دو تا مین چند جور مینهاگ از واسه ایام سفیرا. ببینین چرا ما عزاداری داریم تو این روزا؟ به خاطر تلمیدون ربیع اقیلوا 24000 تلمیدیمش از بین رفتن و از اونجا که تورا خون ماست، حیات ماست و تورا اینجا دویندل شد واسه این ما عزاداری داریم. حالا این چی تو گمارا نمیگه که، تو گمارا میگه که این در فاصله در نصف ایام بین پسخ و شبوعات این اتفاق افتاد، تمام ایام نبود. حالا میناگه مختلف تردیشن ما اینه که این شروع شد، برگویر شروع شد از مورد پسخ و بود تا لد تا 34 عمر. ما اینجور بعضی ها مثلا اشکالاتی میگن نه دیگر اینجور که نگه چون تو گماره هیچ کلو نمیده که میگه در نیمی از این ایام بوده، نمیگه نیمه اول نیمه دومش. مثل بعضی هستن که تا روش خودش اصلا شیف میکنن فروم مذهبی سفاردی؟ نه سفاردی نه من میگم چجوری این وقت سفاردی نه خب اون طبق داماد بیره، اگه داماد اشکنازی باشه نه. سوال من اینه داماد اشکنازی عروسی میگیرن ولی مهمون سفاردی چجوری پا میشه میره؟ چرا که نه؟ یعنی چی چرا؟ ببینین ما نمیتونیم عروسی بگیریم ولی اگه کسی که هتر داره برای سیمخا میشه؟ نه برای سیمخا ولی این چیزی بود که تو ایران هم حتی کسایی که متاسفانه همه چیز رو نگه نمیداشتن مال آواز برمیگشت و مال بین عمر و اینو ولی ببینید حتی عروسی بزنین که نه اگه بریت میلا اگه امروز بریت میلا باشه میشه موزیک آورد. خب سیمخا هست سعوده سیمخا و هر کسی همه میرن بیلان هشیم اون روز اداخته ولی عروسی رو عروسی فرق بکنه نه ببین اگه داره اشکنازی میخواد بگیره اوکی ولی من هیچ ببین هیچ فرقی نمی کنه اگه اون اشکنازیه اجازه داره که تا روش خودش طبق هلاخا 100% عروسی بگیره اون سیمخای میتواز. برای ما هم که تو سیمخای میتسوا شرکت میکنیم میتونیم موزیک گوش بکنیم میتونیم برقصیم، باید میتسواست که به سمع خاطر رو کلا بشن. همونطوری که شما که برید میلا نداریم یه کسی مثلا بیر اومده بچهش داره میلا بکنه ما میریم اونجا راید و موزیک هم گوش میکنیم همه چی اینا هم سیم فی چون اون کسی اون هتر رو داره برای ما این مسئله نیست. حالا اینا پس برای ما تا 34 عمر صبر میکنیم راه چقدر 34 روز دیگه روز 15 همه اشکنازی هم حالا خاصیده هم مثل ما میرن، خاصیده اشکنازی هم مثل سفارادی ها میرن که میرن اونا تا لگ با عمر میرن ولی معمولا اشکنازی هایی که خاصید نیستن اکثریتشون اینا تازه از مثلا حتی امروز هم شیف میکنن امروز فردا هم شیف میکنن که روش خودشه بعد دیگه از جمعه بعد دیگه شیف نمیکنن تا شبوت آره دیگه دیرتر شروع میکنن دیرتر هم نخواه فاین اجازه میدی کولر خاموش کنیم؟ خاموش کنیم؟ سیرتش میشه؟ ها نه الان یه مقدار سرما میمونه سیرت عمر طبق قباله میگن خانوم ها حتی نشمارن ولی طبق پشات خانوم ها میتونه حتی براخوا هم بگن اشکنازی ها سفرادی میگن بشمارن میتونه بشمارن بدون چیز ولی مقبله اگه طبق قباله میخواییم بریم میگه اصلا چیز سیرت عمر شمال خانوم ها نیست چرا؟ هرکا تو همه این هم میتونن بگیرن هیچ چیز من چرا نشمارن؟ یعنی چیزی به نگتیویتی داره نه؟ تو طبق قباله داره مثل که من ادان نام شریدم بر من از اینکه شوهرم میگه من هر شب دارم میگم I think you should say بدونه برخواه بشماری هر شب نه هر شبم برخواه فقط این بابا سلی
بابا سلی میدونین تمام روز رو میشونه گفته هی میگفته امروز 15 همه روز چند همه تو روز هم میگفته چون این طبع قبله خیلی شمردنه خیلی کنه واسه خانمها من نمیدونم چرا مقوبالی من فقط تو کتاب دیدن گفت که مقوبالی میگن که خانمها حتی نشمارن بدون براخا ولی تو ایران خانمها میشمردن ما یه مادر من براخا میگفت بعد رفتن اسرائیل دیگه گفتن چون راوودیا میگن که نگن دیگه بس بشمارن آره بشمارن ولی هرکات گرفتن اینا برای خانم هیچ اشکالی نداره ناخون هرکات هیچ ناخون مثلا آقای رو مثلا شو ببین بعضی ها شبا ناخون نمیگیرن شبا بعضی ها مثلا روزندگی هم نمی کنن چون خدا نیاره تو این ایام اینایی داشتن کفن میدوختن و میت رو تطهیرش میکنن ناخونش رو میگیرن واسه این یه رسمی هست که شبهای عمر تو ایران میگفتن که ناخون نگیرن شب نگیرن اوکی یس during the 9 days if somebody has a breast they don't have music yes they could have a yes yes during in I myself the week of Tisha B'Av I was in a sick program in Deal New Jersey that goes back like 27-28 years ago and Rabbi Dweck was the rabbi of the town He had twin boys. So he had the Piamenta there as a band. The week of Tisha B'Av. What about if it's on Tisha B'Av itself? Nah, on Tisha B'Av itself there's no music. They do the Brit. But they still do the Brit. The Brit they do, yes. The Brit you always do. On, on Yom Kippur you do the Brit. And they don't give a Suda, they still fast. No, there's no Suda. The wine they give to the wine of the Brit, when they say the Brit, they give the wine to a young boy. Just the baby. That's right. No, a young boy to drink the wine, because they said the bracha in it. But nobody eats it. They make the suda after the Shabbat. At night they do the suda. خب, no more questions. ما باید این هفته برخاش بکنیم, اینشالله. این زین, هفتاد و هفت, یادتونه رجب قریعتی هم صوف و اینا داریم صحبت میکنیم. البته اصلش رجب این گالوت طولانی که ما توش هستیم. و به عزت شم we're gonna connect right the beginning to the end ببینید ما الان اینو شروع کردیم این میزبا را گفتیم که اینجا داوید ملخ ما رسیدیم سر یودخت 18 چهار تا پاسخ داریم روز به عزت رو بشود بیا با تو فنیش حالا ولی we should get the whole picture که اینجا صحبت میکنیم راجع به این گالوت طولانی که ما توش هستیم we're talking about این گالوت که الان هستیم یرو وقت خودش it's the longest galut the hardest galut سخت‌ترین galut که هولوکاست هم جزوش بوده این galut است و اسرائیل البته اینا اصلا واسه اینکه خودشون رو نبازن right داوید ملخ بهشون اینجا تو تیدیم بهشون امید میده و ما رسیدیم سر اینجا پاسخ میدید خیر رجب قریعتی هم صوف یعنی اینجا بازگو کرد حالا مثلا بعدی هم بیشتر تو نخ این معجزات میره که آدم ببینه اینجا یک بجز میدونین بعد قومی که اینجا هست از نظر جوش نیشن تو چیز شخصی خود آدم هم هست اتفاقا این روز من به این صحبت میکردم کسی خیلی داون گوش تا اینجا چجوری اومدی؟ نگاه کن تقابش برو خود چقدر وسط میدونی؟ من میشناسمش طرف من شاید 25 سال میشناسمش گفتم ببین انقدر یه ups and downs تقابش برو خود بوده حالا you're going through tough times وقتی tough time داری برگرد ریفلکت کنید تا اینجا چجوری اومدم همون خدایی که تا اینجا بردتت توکل به هشم داشته باش سعی تا میکنی کشته میکنی به عزت هشم از اونجا هم میبرتت از اینجا هم جلوتر هم تا مقصد هم میبرتت اینجا هم it's the same thing وقتی سرا تو این گالوت سخت میدونین دیپرس میشن خودشون میبازن داوید ملخ چی میگه؟ میگه برگردید ببینید معجزاتی که تو گذشته حالا از نظر شخصی بنده عرض کردم از نظر قومی نشنالی هشم هیچ وقت ما رو تنها نذاشته سو بنابراین این فهمید که چی؟ یادتون باشه سر قریعتی هم صوف معفته داشتیم بعد چی میشه پسخ چه معجزاتی یود زین خونیم راو خامیم الوکیم راو خامیم دخیل و افگیر گزو تهموت که چطور جدن این شخینا بود که دیدنش و رجبه ارانوش یوسف صحبت کردیم که باعث شد که دریا جلوی اسرائیل وقتی اون تنگنایی که گیر کرده بودن دیگه این نمیدین یه چیز واسه شخصی ما هم هست اسرائیل که سر قریعتی هم صوف از هر طرف احاطش هیچ راهی نداشتن جلو آب این طرف نمیدونم مثل و اطرافشون حیوانات وحشی و ماش سخت‌ترین تنگنایی که آدم میتونه ایمجین بکنه دوباره اینت ما هم خیلی وقت تو زندگیمون
ما وی آر لکن آدم جدن احساس میکنه که از هر طرف محاصره شده، از هر طرف کنی هیچ راه چیزی نداره، هیچ راه فرجی نداره. بعد چی شد؟ در اون آخرین لحظات وقتی نقشون به نمیناداب رفت تو آب و آب تا خرخرش که رسید، so then you see اون وقت به سر گشایش اومد و فرج اومد. سو دا بیدم دخلی فرماید پس او قیود خد زرومو مایم آوت. اینجا خیلی میدونین چیزایی که حتی تو تورا نگفته رجب قریت یمسوف تو تهیلیم مکملشه، یعنی چیزایی که ما traditionally اینا را orally شفاهی داشتیم تو میدراشیم و اینا هست، اینجا سورسش از تهیلیمه که این فقط این نمید که دریا شکافته شد. زرمو مایم آوت، اصلا بارونهای خیلی شدید سر مصریا افتاد. زرمو یعنی جاری شد، مایم آوت یعنی آب بسیار خیلی اینو سهمگین، آب میشه کلوفت بیاره. قل نتنوش خاقیم، رعد و برخای عظیم بود. قل صدا و رعد، قل نتنوش خاقیم اف خطساتسه خام یتلاخو. همینطور خطساتسه خام، خطساتسه خام ترجمه میکنم میگن مثل خیتسیم، خیتسه اش مثل نیزه های آتشین بود که میرفت مثلا تمام این کالسکه های پرو و اینه چیزا را رد منهدم میکرد. اف خطساتسه خواهی تلا خواهی تبقیه قبله میدیم. اف هم یک فرشته که اف از خما، این همهشون اف خما قدسف، این همهش شموت اسامی ملخه خبالاست دور از همه. رد میگه اینا همه این واو بودن. اف خطساتسه خواهی تلا خو قل رعمخا بگلگل، یه خداوند اون صدای رعد و برق قل رعمخا و گلگل و این صداها باعث همهمه شد تو اردوی مصری. یک لشکر عظیم داشتن، چندین میگن میلیون اونجا چیز بود تو لشکر مصر که اینجا حقودش برخواه همهمه انداخت تو اینها. همونطوری که تو تورا میفرماید و یا هم هشم ات مخل مصره، یعنی فقط it wasn't just splitting که فقط دریا یمسوف شکافته بشه، it was a lot of other things، رعد و برق بود و این صداها خودش اینا رو میدونی به همه انداخت. و یا هم هرشو بود بخنه میترین و می نوشه و یا سر اتوفن مرکبوتا رگزا و تیرعش آرت، این همش تو چیز میگه، میگه اصلا اینو قول رمخا و گلگل هیرو براقیم تول رگزا و تیرعش آرت، پس زلزله بود. So it was really something meaning in قریت یمسوف was a lot of sound effects and you know other factors involved. و اینجا میفرمایند که و این جدن چیزی بود که تمام دنیا رو تکون داد. میگه رگزا و تیرعش آرت و تیرعش آرت، حالا به جز که میگنم زمینم تکون خورد، میگن همچون گفتیم اصلا آبهای همه جا شکافته شد و همه دنیا به این قریتی هم صوف میدونی راجع به become aware of it to the extent که تو ناوی میخونیم که چی؟ وقتی که یهوشوع بعد از اینکه مشابهن اولام رفت و یهوشوع میخواست ارتسی را تسخیر بکنه، مرگلین فرستاد، جاسوس فرستاد که برن ارتسی را جاسوسی بکنن. اینا بادن پیش رخاب تو شهر یریخو، رخاب به اینا گفت ببین ما شنیدیم، ما میدونیم خداوند برای شما چه معجزاتی کرده. نوز چلا اینا خودشون اصلا احساس کردن تا جایی که رخاب به مرگلین به این فرستاده یهوشوع میگه که شامنو ات اشر هویش هشم، ما شنیدیم که خداوند خشک کرد برای شما این صدا دریا را. سی یه چیزی که این روزا منم سی ان ان اینم نداشت، این در فاصله که چند دقیقه که این اسامه رو کشته بودنش همه دنیا دیگه میدونستن. همین how many people came to me about to bet midrash with you شنیدین. You see those days didn't have all these means of communication. ولی تو تهیلیم داره میگه چی؟ میگه این جدن عالمگیر شد، میگه حتی چی؟ رگزا و تیرعش ها آرز که حتی زمین به صلاح لرزید و تکون خورد and they were all fully aware of it. ولی گفتیم این معجزات don't do anything، خیلی اصلا معجزه شخصشون میکنه موضوع این که what happens the day after the miracle. اون هفته رجبه صحبت کردیم وقتی اشون میخواست تورا ما بده همه چیزا ترسیدن، رفتم پیش بیلعام، مفته رو فکرم راجبش صحبت کردیم، رفتم پیش بیلعام، مفته ما اثارا داشتیم، برو خشم شعور بود، رایت، سو، مفته عرض کردیم، وقتی که هشم میخواست تورا رو بده، اصلا همه دنیا ساکت شد، سکوت محض، این همه ترسیدن،
اینا ترسیدن رفتن نادیشون کی بود؟ بیلعام بود. رفتن پیش بیلعام گفتن چی شده اینجا؟ What's going on؟ گفت don't worry هشم از لعمایتن هشم راحت بود. گفت خداوند داره از خداوند داره قدرت میده به اسرائیل. بیلعام میگه یعنی تورا قدرت اسرائیل هست. That's what he says. اینا گفتن آه اینه هشم میبرخ دماغ شالام. خب اسرائیل به سلامت باشن بره بگم ما نمیخواییم ما تورا نمیخواییم به اونا بده it's okay. هشم بزرگترین معجزه رو واسه اینا کرد ولی میدونیم واسه شون نواسن میخواستن یتراره و بزن و بشکن و غیر بده و خوشی بکن. That's it. As if hedonistic type of life. آدم زندگی که میخواد فقط میدونین رو خوشگذرانی این دنیایی باشه سختی که بخواد رو خودش قبول بکنه اول میتسوات. واسه این اینا چیز نکردن. نل کردن رفت رفته گفتیم. روششو هم همیشه بابا میگه همیشه نمیگفت. میگفت مردم خیلی میگفت به خصوص میگفت ایرانی ها میدونی خیلی امونا دارن. ایمان. ولی خیلی وقت از هشم چی میخوان؟ یه معجزه میخوان. یعنی اگه هشم واسه من یه معجزه بکنه من شما شبات میشم. هشم واسه این معجزه بکنه من این کاری میکنم. میگفت I guarantee to you. هر کس که حرف میزنه بعد نسبت نالش سرده. در حرف میخواد میزنه. Because it's not gonna happen. Right? همیشه میگفت میگه الیو هنوی هم وقت زمان الیو هنوی مسابقه گذاشته الیو هنوی هم رفته بت پرستی الیانه چی گفت آقا شما چیزتون بیارین مسابقه بیارین کی امته آیا خدا امته یا بت رفتن اونجا به اینا دو هاوینگ فلا وقتی آتش اومد و چیزای الیو هنوی هم رسوزون همه اسرائیل بلند شدن گفتن هشم و الوکیم هشم و الوکیم روز کیپور چند نفهمیم هشم و الوکیم این از اونجاست همه گفتن that's it بت همش چرنده و اول میریزیم دور فقط خدا پرستی دو سه پاسو دیگه یه پرم دیگه دو مرتبه همون بت پرستی و همون آش و همون کسی چرا یه تو نگفتیم؟ گفت همیشه بعد از معجزه اقا دوش برخوی یه تراره مخصوص میفرسه که تأثیرات معجزه را یه تونه چند نفت داستان راب برفده را مثلا تو تعریف کردم راب برفده هشم اشرفوها شلما بدن بکنم ماله 80 سال چه مریضه دفعه اینجا بسیم تعریف میکرم میگفت ببین خیلی خیلی قشنگ خیلی اگه if ever به زدر می comes back make sure you go to this it's English امریکاییه راب راب شلوم برفده اصلا such a sweetness میدونی اصلا در مثلا دیرتوره که میگردم اصلا مجذوبش میشه با همون sweet smile میگفت ببین میگفت من این امریکایی الاصل توی اسرائیل بزرگ شده میگفت من 13-14 سالم بود I was 14 years old گفت یه شب داشتم توی یروشلم میدویدم اصلا حالیم نبود که یروشلم میدونیم خیابوناش بالا پایینه پله داره گفت یه دفعه رسیدم سر یه خیابون که اونجا همیشه هم تاریک بود یه میرم 60-70 تا پله های ستیپ اونجا بود آخرین لحظه خود ما نگه داشتم اگه یه قدم دیگه برداشت بودم کله پاچه شده بودم گفتم هشم واسه من همچین معجزه‌ای کرده واو گفتم that's it دیگه از فردا اینو اونو اینو هزار جور خودم چیزای قبول کردم که دیگه آدم میشم و شیطونی رو میذارم کنار و فلان ولی دیدم بعد از چند روز همون آش و همون کاسه هیچی اصلا انگار نه انگار هشم واسه من معجزه کرده گفت میگفت بلند شدم رفتم پیش خزانیش خزانیش گادولا دور بود رایت خزانیش 63-64 فکرم اولام رفت اینو گفت رفتم به نبرک پیشش واسش تعریف کردم گفت خزانیش لبخند زد گفت شلیمله بدون گفت ببین هر وقت هشم واسه کسی معجزه میکنه این دیگه بخیرا نداره دیگه فری چویس نداره معجزه میده رایت خب اگه ریتسرارا نداشته باشه که دیگه اصلا زندگیش مفهومی نداره ریتسرارا ایتس بیست ثینگ دت وی هاف یتراره it's the best thing that we have اگه یتراره نباشه اصلا زندگی مفهوم نداره باید یتراره باشه اون میدونین evil inclination باید باشه اون نفس اماره باید باشه که ما موز بگیریم اگر ما موزی نمیگیریم گفت هشم وقت هر کی واسه هر کی که معجزه میکنه بعد از معجزه یک وسیل انرژی زیاد به یترارهش میده چرا که وجود داره تعادل بشه اگر نه دیگه اصلا موز نمیگیره that's the way it goes معجزه اینا گویما هم هشم هشم از لمایی تشم بیبرخ دام باشلو تکون خوردن هم بشون تکونه رو خوردن ولی بعد برگشتن سر زندگی عادی هشم سپارکه رو میده بعد از این سپارکه بعد دادن موتورش رو روشن بکنه خودش قبول بکنه میتسوت بیشتر چیزهای دیگر نگه داشتن اگر هم مثل اینا میشه اینجا هم چکه خودش بکنه این قیرت یمسوف هم عالمگیر بود رایت تهیلیم داوید امیلخ میفرماید چی شد اینجا رایت قول رمخا با گلگل تذل رگزا و تیرعش ها آرز اصلا زمین این به صلاح این صدای همه جا پیچید
همه جا دیدیم، حتی رخاب داره تو نوی میگه بینو که اقدوش برخو چه معجزه کرد واسه اسرائیل. و بعد میفرماید پاسخ کاف بیام در کخا وشویلخا به مایم ربیم و اقوتخا لو ندا. تمام که از شد تهیلیم کامپلیمنت میکنه اطلاعاتی که ما از پارشت به شلخت و توره داریم. اینجا چی نوشته؟ بیام در کخا. میگن اینجا یعنی اینجا دقت میکنند کلمه داوید ملخ که وقتی قرآن هم صورت گرفت اول اقدوش برخور یه جا را خیلی باز کرد، یک درخ، یک مثل فریوی خیلی بزرگ باز کرد. عرض کردم خیلی هم میگن که این درست تو تابا است. تابا الان تو پس شدن به مصر نزدیکای ایلت، میگن اونجا اکثر بیشتر محققین و مفارشی میگن قرآن هم صورت اونجا صورت گرفته. آخرین قسمت اسرائیل. بعضی ها میگن دریای مدیترانه بوده، بعضی ها میگن تو کانال سوئز بوده. چه ربطی به دریای مدیترانه داره اصلا؟ ببینیم میگه یام، اونجا هم یامه، چه فهم؟ اصلا با هم با چیز نیستن؟ چرا نه، مصر هم چیز داره اونجا، مصر ساحل داره تو یامتی خواهد. اون ها خیلی اقلیت هم، ولی هر کدوم این ها سورس دارن. یه ده هستن، یه ده از محققین میگن که این یا مات باردویل تو چیز مال سوئز، کانال سوئز نگاه بکنی یه جاش هست، یک دریاچه است که بعدن وقت کانال رو درست کردن از یار مدیترانه رفتش چیز کردن به اون دریاچه و به پایین. سو بعضی میگن اونجا بوده، اون از نظر لاجیکلی چون از تو مسیرشون بیشتر میخوره، ولی خیلی از مفارشه میگن کجا بوده؟ پلوی ایلت بوده، رایت تابا. تو اون یه وبسایت هم داره، وبسایت داره که همه عکساش اونجا هست. میگن یه چیزای پیدا کردن. کسی یه هفته مفته گفتن اسم وبسایت چی بود؟ اصلا باید تو یوتیوب سرچ بکنن Crossing the Red Sea تو یوتیوب. اوکی یوتیوب میاره. آره آره من شما سمان چیم Crossing the Red Sea تمام نشون میده. سو میگه نشون گیرم زیر رفتن قواسا اینا زیر آب اصلا پیدا کردن چیزای طلاییش و اینا رو در آوردن فلان و اینا. سو ولی در هر صورت اینجا تو تیلی میگه که چی بود؟ میگه اولش اوشویلخاش میگه چی؟ میگه بیام در کخا. اول میگه بیام در کخا، اول مثل یک شاهراه خیلی بزرگ باز شد و بعدن این تقسیم شد به 12 تا تونل. ببینید تو کلمات بیام در کخا درخ چیه؟ مفرده. So there was one درخ very wide مثل freeway شما تو مجسم کنید اینجوری شکافته شد و بعد اونجا گفته اوشویلخا. شویلخا جمعه، میگه نوشته شویلخا با یود، شین بت یود لامد یود. شویلخا یعنی شویلیم جمع. یعنی میگن از اینجا میگن که 12 تا میگن که چی شد که اینجا وقتی 12 تا تونل باز شد. یعنی اول میدونین دریا شکافته شد، خیلی جای خیلی بزرگ، یک درخ بزرگ، و بعد از این درخه، از این چیز شاهراهه 12 تا تونل. خیلی هم میگن که این وچه هم به صورت میدونین مثل رنگین کمان بود، یعنی نیم دایره بود اینا. واسه همین چون یه شویلخا جمعه، شویلخا یعنی شویلخ. و تو میدراش میگه که تو پرکت رابی لیزر میگه که این چیزه که بعدن میرفتن رای سویلت که مثلا توی تونل داشتن میرفتن فیلات میگن اه ما که روور هستیم شیمان بقیه مردن حتما. حقا چون چیکار کرد؟ هشم این پنجره های به سلا تو این چیزا باز کرد تو این تونل های آبی که نه هم بیاره بتونن ببینن که دوازه شباتی هم بیاره آه این هم هست این هم هست این هم هست شاید که خودشون نبازن. And I mean, there are hundreds of miracles took place over there. الان وقتشو نداری، ولی خیلی مثلا میدونی شب شویه شد پسخ تا صبح بیدار میمونن. تو ایران هم بودن خیلی شب شویه شد پسخ بیدار میمونن، اینا رو همشو همه معجزات مرور میکردن. It wasn't just the splitting of the sea. It was many, many more miracles. و شویلخا به مایم ربیم و اقوتخا لونداو. و بعدش آبه برگشت وقتی سر رو گذاشتن. اقوتخا یعنی پشت سر اینا دیگه دیده نشد. یعنی همه چی اصلا آبا اومد و همه چی دفع کرد و nothing, no traces were left. اقوتخا لونداو. و آخرین پاسوق نخیتا کتسون امخا به یاد موشه و هارون. تو خداوند رهبری کردی مثل یک گله گوسفند رهبرتا یه چیز قومتا به یاد موشه و هارون توسط موشه و هارون. که موشه و هارون they were the ultimate. میدونی اینها بهترین چوپانای ما اینها بودن. چون جالبه که توی خزقل
خزبن هنوی انتقاد میکنه، میگه بودن دوره هایی توی اسرائیل که به اصطلاح یه خزبن لفظ جالبی هم میگه، علیده رویم نعمانی ولو که رویم شمطریه یه خزبن شرویم ات عطمان. یه خزبن میگه بودن تو دوره هایی توی اسرائیل که مثلا اون رهبرها خودشون هم میچروندن، فقط فکر چیزای شخصی خودشون بودن، منافع شخصی خودشون. میگه که الان میبین آدم لحفدی لحفدی نمیدونم همین چیزای عربی همشون میبینی یکی یکی هر کدومش اومدن چقدر مردم چاپیدن و فلان، همه اپرایزینگ داره میشه. متاسفانه ما هم مسئولیت نداشتیم، ما هم تو طول تاریخمون داشتیم کسایی که جدن سوء استفاده کردن از اون مقام واسه چیزای شخصی خود که جیب خودشون پر میکنن. یه خزقل از اینا انتقاد میکنه و میگه ای رویم عطمام، اینا خودشونو دارن به جن که بیان ملت خدا رو چوپانی بکنن رهبری کنن، نه دیار چیز خودشون هستن در هر صورت. یعنی ولی مشابه هارون میدونیم اینها دبر دو التیمت دین مشابه بنو. تو این جالبه که تو ناوی تو میدراش میگه که عقابش رو همیشه رهبرای اسرائیل با گوسفند امتحان کرد. ببینید با گوسفند اینا چیز داره، همون داستان موسی و شبان چیه رای این میدراشه دیگه، که مشابه یه دفعه دیگه از برها فرار میکنه، بعد وقت پیداش میکنه میره تشنش میده و بغلش میکنه فلان. تو میدراش میگه که عقادش برو خوب اگه نگاه کنیم ابراهام میثاق یعقوبشون چوپان بود، موشه ربنون چوپان بود، داوید ملک چوپان بود. گفت از چوپان از طریقی کسی که چوپانی میکنی میتونی ببینی که آیا با اسرائیل چجوری خواهد بود، آیا مهربون خواهد بود یا نه، فکر خودش یا فکر بهترین برای به سر گوسفنداشه. واسه همین عقادش برو رهبرای اسرائیل را کجا به عنوان از شبان چوپان بودن که انتخابشون کرد. And the best for موشه و هارون واسه نخیتا کتسون امیخا بیاد موشه و هارون. و البته بینید this concludes the prayer و اینه ولی برمون میگردونه به اول مزمور، همونجور که متودت داوید میفرماید و خوزر بازه لتخلط ایندیان، که اینجا ending آخرین پرق برمیگرده به اولش که همونجور گفتیم این پرق راجبه سخت‌ترین گالوتی که ما داشتیم، این گالوتی که الان هست صحبت می‌کنه. This is the longest گالوت. ما هیچ گالوتی نداشتیم که در ما بیشتر از 2000 سال تو گالوت هست. Right, الان بیت همش دوم over 2000 دلار 2000 years. سو مثلا داوید میگه که کش اذکر کل الو انی یودا، وقتی آدم می‌بینه این معجزات که هاشم در گذشته برای ما کرده متوجه میشه که اگه الان معجزه تو ما نمیبینیم به خاطر که ما لایق نیستیم، از خاص بخوایی و کم قدرتی خداوند نیست. رایت شنو می قدسر یاد لوگالتانو الا لعورر لیبنو لیچوبه، که اینجا جدن که ما هنوز تو گلوت هستیم که تشوبه بکنیم. و به عزت هاشم امیدواریم که الان این نهزت تشوبه میدینیم که انقدر برو خشم همه جای اسرائیل قد برای تشوبه زیاده هستن، اینشانه ببینیم عقادش برخو هم چجوری به ما رحم کرده که تو دوره زندگی میکنیم که برو خشم به هفته رشید سمیخت گولاتم، ابتدای این که این گالوت ترین هم میدونیم به نهایت برسه هرچه زودتر به عزت هاشم. و باول سیون برینا که شبه هممون به عزت هاشم با رهبری گدوله ادور راودیاشی راوودیا، اینا مثل موشه و هارون اینا کسی که جدا ما را چیز میکنن مرجع تقریب ما هستن، اینشالله هرچه زودتر زخه بشیم به یشوعد و نخاموت که این گالوت هم اینشالله به خوبی به سر برسه. آمین.